هممیهنان عزیز و بزرگوارم، درود بر شما. به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز هرمز شید 18 امرداد ماه 2583 ایرانیه و 8 از ماه آگوست 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. بود اینجا قزوین 16 مرداد 1403 رفتم این قوطی شیری که 141,000 قیمت خورده گرفتم از بازار سیاه 200,000 تومان، با این مای بیبی شده نزدیک 350,000 تومان. من به اینا پول دادم که همش 2-3 روز کافیه واسه یه دونه بچه. آخه بی شرف خامنه ای، تو چرا میرید قاطیه نمیدونم کمک به کشورهای دیگه میشی وقتی این که کشور ثروتمندی مثل ایران و ما داریم؟ چرا باید اینطوری زجر بکشیم؟ همه چیزمون با زجر تو این مملکت، همه چیز با صف بازار سیاه، اون از سیستم شهرداریت، اون از سیستم نمیدونم وزارت دادگستری، اون از سیستم آموزش عالی، آموزش، و همه جا رو به گند کشوندید. از ملاخ مگه رهبر در میاد؟ از ملا مگه شاه در؟ اصلا شما فلسفه مملکتداری رو بلد نیستید. زیر ساختی توی این 45 سال نتونستید ایجاد بکنید. یه دونه شیر خوش مگه چه تکنولوژی میخواد که نمیتونه یه دونه شیر خشکو درست بکنید؟ ولی میای اینجا مثلا به خاطر امتیاز گرفتن از آمریکا یه عربده میکشی که اسرائیل. تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی، تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی. فکر میکنی این جوونا دهه 60 میاد میدن گوشت دم توپ میکنید؟ تو غلط، تو کور خوندی. از اون لانه عنکبوتت باید تو رو کشید بیرون، از اون بیت لعنتیت باید کشید و آویزونت کرد از پاهات. مثل بنگلادش باید این دولت بیاد پایین، این حکومت بیاد پایین، ایران از نو ساخته بشه و سرنوشت خودمون رو خودمون تعیین بکنیم. من چرا باید به خاطر یه بچه 10 روزه نزدیک 45 میلیون تومان هزینه زایمان از خودشم میگن رایگان نمیدونم فلان، همش دروغ، همش دروغ، همش تبلیغات، نمیدونم 12 تا شیر یارانه ای نمیدونم چی ماهیانه واسه هر بچه کدوم شو. انقدر چرا دروغ حرف میزنید؟ همش دروغ، همش دروغ، همش ریاکاری. خاک بر سرت، خاک بر سرت، خاک بر سرت. مثل بنگلادش باید ما بیاین دولت رو بکشیم، حکومت رو بکشیم، همه تون رو جلوی عدالت ردیف بکنیم تا ببینیم شما چه گندی به این مملکت زدید. اینکه اسرائیل هرچند اخیوار با مورد و بی مورد یه نمیخوابونه زیر گوشتون، مگه تقصیر ماهی که برقاقت میکنید؟ شما عرضه یه برق نگه داشتن رو ندارین، معلومه چپ و راست میزنه زیر گوشتون، هیچ کاری هم نمیتونین بکنین، فقط هارت و پورت، فقط هارت و پورت. خب هممیهنان عزیز و بزرگوارم، هر لحظه که جلوتر داریم میریم وضعیت رژیم از هر لحاظ داره بدتر و بدتر میشه و موقعیتی که در اون قرار گرفته و این تحقیری که دچار شده داره ابعاد بزرگتر و بزرگتر و سنگینتری پیدا میکنه و تبدیل به یک تحقیر بین المللی شده، تا جایی که الان دیگه تقریبا هیچکس توقع نداره که رژیم اسلامی حتی جرأت بکنه پاسخ درست حسابی به اسرائیل بده و این یک تحقیر بین المللیه به واقع. چرا؟ به خاطر اینکه الان 8 روز از ترور اسماعیل هنیه در امنیتی ترین نقطه رژیم اسلامی گذشته. کلی دروغ و دوباره سفسطه و شایعه در مورد نحوه مرگ اسماعیل هنیه که مشخص نیست چطوری این اتفاق افتاد. دقیقاً مثل ابراهیم رئیسی دوباره مشخص نیست که چجوری دارن مهمترین آدمای رژیم کشته میشن و رژیم تصور میکنه که پاسخ ندادن به این سوالها مشکل ازش حل میکنه یا اینکه جواب اسرائیل ندادن مشکل ازش حل میکنه. نه، اینطوری نیست. ببینید الان ساعتی پیش رادیو فردا گزارشی منتشر کرده. خبر میگه احتمال تجدید نظر ایران در حمله به اسرائیل، حزب الله مستقل از ایران حمله میکنه. چند روز پیش صحبت از این بود که یک حمله بسیار گسترده توسط تمامی نیابتی‌های رژیم اتفاق خواهد افتاد و اگر رژیم میخواست پاسخ بده، پاسخ این میتونست باشه. اما الان حزب الله عقب کشیده. خبر میگه در بهبوه نگرانی در منطقه و جهان از احتمال تبدیل جنگ غزه به یک درگیری گسترده میان ایران و اسرائیل، شبکه CNN گزارش داد که احتمالاً حزب الله لبنان خود به طور مستقل و پیش از حمله ایران به اسرائیل حمله خواهد کرد. همزمان سایت خبری آمریکایی پولیتیکو گزارش داد که جمهوری اسلامی ممکن است در مورد حمله تلافی جویانه به اسرائیل در پی ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در خاک ایران تجدید نظر کرده باشد. خب چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید همونطور که ما پیش بینی کرده بودیم، اگر رژیم اسلامی بخواد پاسخ بده به اسرائیل، نتیجه این جنگ خواهد بود و در این جنگ حداقل 60-70% نیروهای نیابتی رژیم نابود خواهند شد در منطقه. یعنی بدون شک لبنان با خاک یکسان خواهد شد. این را قطعا میشه دید و به جز اون در عراق، سوریه و جاهای دیگه نیروهای نیابتی رژیم تارومار خواهند شد. خب اتفاقی که میفته این که علی خامنهای باخت بزرگی ده. اما در مورد حزب الله که در واقع در این جنگ در خط مقدم قرار دارد، لب مرز اسرائیل، خب حسن نصرالله 40-50 سال از ملت ایران داره میدزده تا این حزب الله لبنان بسازه. نحن یا خیی علی راس السطح موازنه حزب الله ومعاشاته ومصاريفه واكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهوريه الاسلاميه في ايران. بسیاری نمیدونن حزب الله لبنان قبل از این بهمن 57 اتفاق افتاد و مصطفی چمران یکی از تروریست ترین آدمایی که این دستگاه شیعه ساخته، مصطفی چمرانه. اینا عاشق تروریسم بودن، درس و مشق رو تو آمریکا ول کردن، رفتن لبنان، شروع کردن به ایجاد گروه‌های چریکی تروریستی. خود حسن نصرالله از دست مصطفی چمران حکم فرماندهی گردانش رو گرفته، یعنی حسن نصرالله رو مصطفی چمران آموزش داده. خب یعنی این پیوند انقلاب اسلامی بهمن 57 با کل این داستان حزب الله لبنان انقدر قویه، 40-50 سال اینا دارن از ایران میدزدن. خب تا اینکه این رو در لبنان بسازن. الان حسن نصرالله برای خودش تو لبنان قطبیه، یعنی سیاست لبنان رو در دست داره، اونجا کاملا یک مافیای بسیار بزرگ ایجاد کرده، یکی از بزرگترین کارتل های مواد مخدر در جهانه الان حسن نصرالله خودش. خب الان حسن نصرالله داره میبینه که اسرائیل هر که اراده میکنه در قلب تهران میکشه. اولا که در اولین اقدام حسن نصرالله رو میکشن، خودشو میکشن، خانواده‌اش هم میکشن. خب این از این. به جز این تمام نیروهاش هم نابود میکنن. یعنی 45 سال ظرف چند روز به باد خواهد رفت و به دود خواهد شد رفت رو هوا. مشخص که حسن نصرالله دقیقاً مثل همون پاسخی که دفعه اول رژیم داد به اسرائیل 300 تا پهپادچلی کرد. یادتون باشه حسن نصرالله اومد و گفته بود که ایران و جمهوری اسلامی خودش پاسخ خواهد داد و اصلا شونه خالی کرد. الان هم زیر بار نرفته به طور مشخص و حاضر نیست نابود بشه برای علی خامنه ای به همین سادگی. خب در این موقعیت چه اتفاقی میفته؟ اینا به توافقی رسیدن که جواب رو بسیار کوچک بدن، بسیار کوچک و محدود، دقیقا مثل سری گذشته. احتمالاً به خاطر اینکه رژیم هیچ سلاحی نداره که بتونه اسرائیل رو غافلگیر بکنه باشه، یعنی هر چی شلیک بکنه رژیم از ایران، اسرائیل ردیابی خواهد کرد. خاطر اینکه ماهوارد دارن، پهپاد دارن، رادار دارن، فاصله زیاده، 1001 چیز از ایران تا اسرائیل، کل کشوره که بسیارشون همپیمان اسرائیلن و مدافع اسرائیلن. کما که شما دیدید در این اتفاق اول اردن اصلا مستقیما شرکت داشت در این اتفاقات. الان کشورهای عربی هم اعلام کردن که آقا رژیم اسلامی حق نداره از آسمان ما استفاده بکنه برای چنین حمله. خب در این شرایط رژیم هیچ شانسی نداره، یعنی نیابتیاش هم نداره. تمامی این وضعیت یک تحقیر بزرگ بین‌المللی برای علی خامنه‌ای. اما بیشتر ترسش و عقب نشینیش الان به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه الان متوجه شده که در یک تله گیر افتاده. ببینید ساعتی پیش گزارشی منتشر شد. گزارش میگه سازمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه 18 مرداد از رسیدن جنگنده‌های F-22 رپتور نیروی هوایی این کشور به خاورمیانه خبر داد. سنتکام در بیانیه خود هدف از انتقال این جنگنده ها را مقابله با تهدیدات ایران و گروه های مورد حمایت ایران در منطقه تحت پوشش و مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد. خب ببینید جنگنده های رپتور آمریکا F-22 بهترین جنگنده جهانه و آمریکا اینا رو زمانی رو میکنه به خاطر که هر پرواز اینا به شدت گرون قیمته. یعنی هر ساعتی که F-22 فقط پرواز بکنه در آسمان $70,000 هزینه شه. به علاوه اینکه هر موشک که اینو شلیک میکنن حداقل از چند صد هزار دلار تا بیش از $1,000,000 ارزشش و قیمتشه. آمریکا چه زمانی اینا رو رو میکنه؟ به خاطر اینکه گرون قیمته، بسیار بسیار هزینهش بالاست. زمانی آمریکا اینا رو رو میکنه که کاملا مطمئن باشه که تمام کمال جنگ رو میبره. یه نمونه به شما بگم، سالها پیش به طور اتفاقی من یک مقاله خوندم در یک روزنامه و یک سایت دفاعی. داستان در مورد این بود که یک پهپاد آمریکایی در خلیج فارس نزدیک به مرزهای ایران، رژیم یک F-400 فانتوم رو میفرسته به منطقه تا اینکه مثلا پهپاد رو بزنن. آمریکایی متوجه انتقال میشن و یک F-22 میفرستن دنبال این F-4. F-4 از آسمان ایران ظاهرا خارج میشه، به سمت پهپاد نزدیک میشه. اتفاقی که میفته اینه که F-22 به قدری هواپیمای رادار گریزیه که از پشت نزدیک میشه به F-4 و بدون اینکه خلبان ایرانی متوجه بشه چندین دقیقه زیر F-4 در حرکت بوده و بعد از این آروم آروم میاد کنار F-4 و خلبان ایرانی به شدت متعجب میشه و باش ارتباط برقرار میکنه و بهش میگه که وقت اینه که بری خونه و F-4 برمیگرده به پایگاه ایرانی. یعنی انقدر F-22 و تجهیزات کنونی آمریکا که الان فرستاده به منطقه در مورد نیروی هوایی ایران و کلا امکانات دفاعی ایران سره و به کلی میتونه واقعا اونجا که نیازه تمام امکانات رژیم رو نابود بکنه و اگرم آمریکایی‌ها تا حالا این کارو نکردن به خاطر اینکه نخواستن، اما الان شرایط تغییر کرده. اما این یک مومنتومه. یعنی چی؟ یعنی یک موقعیت منحصر به فرده. این تحقیر بین المللی که رژیم دچارش شده و الان ناچار پاسخ بده، یک تله از خودش برای علی خامنه‌ای. ببین همیهنان، اگر با ما همراه بودید در ایران شهر، بسیاری اتفاقات متعدد رو ما برای شما پیش بینی کردیم. الان بذار یه پیش بینی دیگه براتون بکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. تا یه روزهای آینده یک سری بمب یا یه بمب یا یه همچین چیزی به یک منطقه غیر نظامی در اسرائیل برخورد خواهد کرد. خب در همین انتقام یا هر چی که اسمش گذاشتن، صادق دو، هر چی که است، بعد از اون مشخص خواهد شد که بمب و موشک یا پهپاد ایرانیه و ساخت رژیم اسلامی. در این لحظه موقعیتی منحصر به فرد به وجود میاد برای اسرائیل. و این موقعیت منحصر به فرد چیه؟ اینکه الان آمریکا تمامی امکانات رو در منطقه مستقر کرده برای اینکه تأسیسات هسته‌ای رژیم رو بزنن و الان تمام امید علی خامنه‌ای به این تأسیسات هسته‌ای، تمام امیدش به بمب اتمی، بخاطر اینکه الان روسیه شکست داره می‌خوره در جنگ اوکراین. خب از طرف دیگه فقط چینه که چین حاضر نیست به جنگ. یعنی چین فقط یه جوری داره نفوذ اقتصادی به خرج میده و همین، هیچ علاقه‌ای هم به ایران نداره. به عربستان و به امارات و به قطر اینا خیلی بیشتر علاقه داره تا به ایران. هیچ علاقه‌ای چین به ایران اصولا نداره. بنابراین رژیم روی چین هم نمیتونه حساب بکنه. بنابراین خودش میمونه و این داستان بمب اتم. در این شرایط که من میبینم مثلا یه سری امید بستند از بسیجیز بایا که روسیه خواهد اومد و سیستم‌های دفاع موشکی S-400 اینا خواهد داد به رژیم. ببینید این چرت و پرتا رو بزنید کنار. روسیه الان با F-16 طرفه که اوکراین نداشت و چند روز پیش ناتو تحویلش داد به اوکراین. در این حال در موقعیت قرار گرفته روسیه که هر آن ممکنه ناتو نیرو اعزام بکنه به اوکراین. در این شرایط روسیه نمیاد وقتی مرز و آب و خاک خودش در خطر S-400شو از مسکو مثلا بار بزنه بفرسته ایران. اینقدر ساده‌لوح نباشید. چندین بار روسیه زیر قراردادهایی زده با رژیم اسلامی که رژیم پولش از قبل داده. S-300 یکیش بود، جنگنده‌های سوخو 35 یکیش بود که روسیه چند بار زد زیر تحویل این جنگنده‌ها و تا الان هم هیچی نداده از این جنگنده‌ها. خب بنابراین چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه اتفاق ناجوری تو اسرائیل خواهد افتاد به زودی، طی روزهای آینده. بعد از این اتفاق اسرائیل مستقیم به تأسیسات هسته‌ای رژیم حمله خواهد کرد، به خاطر اینکه رژیم تنها چیزی که براش مونده این بمب اتمه، چیز دیگه باقی نمونده. چرا اسرائیل این کارو خواهد کرد؟ به خاطر اینکه الان آمریکا یک کمربند کامل دفاعی برای اسرائیل ایجاد کرده و اگر اسرائیل هرگز بخواد کاری بکنه، یعنی اگر واقعا بخواد تحت هر شرایطی، چه الان چه 20 سال دیگه، کاری علیه رژیم بکنه که امیدوارم هرگز تا 20 سال دیگه رژیم نباشه و همین یکی دو سال آخر رژیم باشه، اگر اسرائیل بخواد هر کاری علیه رژیم بکنه، طلایی ترین موقعیت همین روزهای آینده است. یا اسرائیل میتونه ضربه بزرگی به رژیم بزنه و به کلی رژیم رو عقب برانه در شرایطی که رژیم نمیتونه آب مردم رو تامین بکنه، نمیتونه برق مردم رو تامین بکنه. میلیارد دلار هزینه اختصاص داده به راهپیمایی قبر جد علی خامنه‌ای و داره التماس میکنه به ایرانیان که نجات پرستی علیه ایرانیان رو انتخاب بکنن، علیه میهن پرستی، علیه ایران دوستی، در شرایطی که نمیتونه خودش رو تامین بکنه و از 4 پاست باش میلنگه. الان در این شرایط موقعیتی استثنایی خواهد داشت اسرائیل که ضربه کمرشکنی به رژیم بزنه گرچه هیچ شکی وجود نداره که آمریکا قول و قرارهایی به رژیم داده، ولی شک نداشته باشید که انقدر دروغ و سفسطه از این دولت جو بایدن بیرون اومده که دولت کنی اسرائیل هرگز دوباره به اون اعتماد نخواهد کرد و در لحظه مناسب نهایت استفاده را از شرایط کنی خواهد برد. شک نداشته باشید که به زودی کمر رژیم خواهد شکست. پایدار و سرفراز ایران ایرانی، جاوید شاه، تا با خبر بعدی بدرود.